اکبر عزیز و از آلمان در دنیای علم و دانش در کنار خودمون داریم. آقای اکبر عزیز، درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید. قربان. درود بر نوید جان عزیز، از آلمانی که داره آماده میشه تلسکوپ بفرسته به فضا، به استکهلمی که به حال در آستانه شب عید هست. راستی کریسمستون هم پیشا پیش مبارک باشه. نوید جان، گود یول. شما چی میگین اونجا بهش؟ نوید جان، اینجا یکم کلمش پیچیده است، میگن فروی واینختن. فروی واینختن، شب واینختن یعنی شب، انگار فردا شب، شب مقدس هست. واینختن. آره واینختن. آره واینختنتون مبارک باشه قربان. مرسی نوید جان، گود یول شما مبارک. گود یول. خوبی باشه انشالله، ببینیم قربانتون به کجاها میریم دیگه. نوید جان با علم انشالله یه روزی بشه از بهرام مستقیم تماس بگیریم با رادیو همسفر و از طریق لیزر، اونم از طریق لیزر، همون لیزری که هفته پیش گفتین. آفرین. در مورد لیزر صحبت کردیم. خب ما دیشب در تلویزیون سوئد یه سری دانشمند آورده بودند و اینا داشتن توضیح میدادن در مورد اینا، همه حرفایی که شما زده بودین، و وقتی که با یکی از اینا داشت، یعنی با یکیشون که داشت صحبت میکرد، گفت چه آرزویی داری که این دوربین چه کاری بتونه، این تلسکوپ چه کاری بتونه برات انجام بده؟ گفت من آرزو دارم که بتونیم یک دونه کره ای رو ببینیم که در اون اتمسفر وجود داره و حیات وجود داشته باشه، ببینیم چه خبره. این آرزو این آقای دانشمند بود. کی پرواز میکنه این تلسکوپ ما؟ نوید جان، در مورد آرزو این دانشمند باید مخالفت کنم. ما زمین به این زیبایی، اتمسفری به این زیبایی، بله، درختای به این زیبایی، انسانهای پاچی مثل شما داریم، برای چی بریم دنبال یه کره دیگه؟ حالا شاید یه چارت دیگه هم اونجا پیدا بشه دیگه. دیگه همین دیگه، با همین 8 میلیارد که ما نمیتونیم بسازیم، حساب کن 8 میلیارد در بیاد روش، میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بریم اونجا هم خراب کنیم دیگه. نمیچا جانم، این تلسکوپ فضایی هست دیگه. خب بله. بعد این تلسکوپ دو روز پیش گفت که ما تا چله ایرانی رو نبینم، بعد تولد مسیح رو نبینم، ما به پا به فضا نمیذارم. با لحجه مشهدی هم گفت. آره، چله رو دید، مسیح هم خواسته ببینه. انشالله 25 قرار دیگه ایشون بارو بند رو ببنده بره فضا. همون شما فقط مونده بود دیگه، انشالله بگین دیگه. دیگه نمیشه، به حال دیگه، به حال یه سری چیزایی که نمیشه به صورت مهندسی نمیشه مدل بندی کرد، در قالب انشالله میگفت. این بر قالب انشالله قبولش میگفت. پس فردا بعد ببینم سایتی هستش که آدم بتونه بره. پس فردا شنبه 25 دسامبر ساعت نزدیکی ها 1:20 هستش، ولی ممکنه زمانش عوض بشه به خاطر اینکه قرار بود چهارشنبه پرتاب بشه، به خاطر اینکه اینا دیدن که یکی از دستگاه ارتباطیشون خوب کار نمیکنه، اومدن اینو درستش بکنن، بعد دیدن هوا خوب نیست. الان در هوا در آمریکای مرکزی و یا آمریکای نزدیک به آمریکای جنوبی یکم هوا از لحاظ هوایی زیاد خوب نیستش، به اون خاطر پیش بینی کردن که شنبه میشه خوب هوا رو پیش بینی کرد و شنبه احتمالاً پنجره خوبی برای پرتاب باز. بعد ساعت یک که فرمودین، یک به وقت یک بعد از ظهر به وقت ما، یک به وقت یوروپ، به وقت یوروپ دیگه، یک بعد از ظهر. آره، یک بعد از ظهر ممکن حالا این بر اون بر بشه. حالا ببینم سایتی ممکنه، مثلا سایتی هستش که بتونه آدم بره نگاه کنه. نوید جان، موقع که این پرتاب میشه، چون اون گرانترین ماهواره دست بشر هست که تا حالا ساخته شده، از لحاظ هزینه 10 میلیارد دلار هزینه برداشته و عملاً گرانترین ماهواره دست بشر هستش تا حالا ساخته شده. به همین خاطر در همین یوتیوب هم شما سرچ کنید، مطمئناً بنویسیم فقط ایزا جیمز وب تلسکوپ لایف، مطمئناً همه جا این پخش خواهد شد. حتی از ناسا پخش خواهد شد، یا از همین ایزا پخش خواهد شد، یوتیوب حتما پخش خواهد شد، اینستاگرام حتما پخش خواهد شد. همه اینا تبلیغات گسترده انجام شده برای این کار و نگران چیش نباشید. شما اگه در یوتیوب هم بگردین حتما پیدا می‌کنید. حتما پیداش می‌کنید. درسته. حتما پیداش می‌کنیم ببینیم که نه تنها نوید جان پرتابش رو پیدا می‌کنیم، بلکه تفسیر پرتابش هم پیدا خواهیم کرد. چه افرادی خواهم بود که این پرتابش رو تفسیر خواهند کرد؟ چجوری
انجام شده و چه مراحل رو داره طی می‌کنه. از کدوم کشور پرتاب میشه؟ نوی جان این یه بار صحبت کردیم، به خاطر اینکه زمین ما داره میچرخه، خب با یه سرعت دورانی داره، در 24 ساعت یه دور میچرخه دور خودش، و همین خاطر این یه سرعت زاویه‌ای داره. و اگه این سرعت زاویه رو تبدیل به سرعت خطی کنیم، یعنی ما الان در لحظه‌ای که با هم داریم صحبت میکنیم، در یه ثانیه ما به اندازه 345 متر حرکت میکنیم. درسته؟ در ثانیه. درسته. بعد به خاطر اینکه ما بتونیم در پرتاب از این سرعت استفاده کنیم، اگه سکوی پرتاب در نزدیکی استوا باشه، بهترین مکان هست برای پرتاب. بعد این اروپایی‌ها به خاطر اینکه آمریکا جزایر کارابیک و این مناطق دست اینا بود، به صورت از سال 1700-800 دست اینا بود، و همین خاطر در اون منطقه سه تا کشوری هست به نام کشور گویان. درسته؟ گویان نوشته میشه، مثل گویا هست، گویان نوشته میشه. یه کشور هست که مال فرانسه هست، یه کشور هست به مال گویانا به انگلیسی میگن، درسته؟ گویانا میگن، گویانا دقیقا. آره، زبانش گویان میگن، یه در گویان فرانسه. در گویان فرانسه. آره، این یه کشور مال فرانسه هست به نام گویان فرانسه، یه کشور هست مال انگلیس هست به نام گویان انگلیس بهش میگن، و یه کشوری هست به نام گویان هلند. که این سه تا کشور عملا سه تا کشور کوچولو هستن، بغل هم هستن عملا، ولی مرکز پرتاب ماهوارهای اروپا به خاطر اینکه نزدیک استوا هستش از گویان فرانسه انجام میشه. از گویان فرانسه. من الان به سایت ناسا نقطه گاو، یعنی همون گاورمنت ناسا، دیدم که قشنگ نوشته که ناسا بعد نوشته که پارتنرز کنفیرم ویب لانچ آن دسامبر 25 25 دسامبر. پس دیگه ناسا هم نشون میده سایتشون. دقیقا. بسیار عالی. قرار بود یه چهارشنبه بشه که متاسفانه نشد، چون میخواستیم لایو با هم بریم. آره دیگه نشد. نشد به همون خاطر دیگه نشد دیگه. به همین خاطر مسئله انشالله در اینجا مطرح کنم. بسیار نیکو. نواکب چشممون به این تلفن دیروز خوش شد، ولی خب دیگه بالاخره بس برای این بود. دیگه نمیشه، نخواستم مزاحمتون بشم. نه شوخی میکنم. بسیار عالی. یه این آقای دانشمند دیروز در تلویزیون سوئد یه نکته هم گفت. خانم خبرنگار گفت خب این مراحلش چیه؟ گفت مراحل رو کار نداشته باش. وقتی که رب بالا این 10 تا تیکه باید خودشونو باز کنند و آماده کنند و نهای کارا رو بکنن. یه تیکش کار نکنه همش از بین رفته. خیالت راحت باشه. حالا نمیدونم پلن بی دارن برای این، اگه یه جاش کار نکنه ناسا یه پلن های مختلف داره. ولی به احتمال خیلی زیاد به خاطر اینکه روی این خیلی توجهات هستش و این پرتابش از گویان فرانسه با راکتی هست به نام آریان 5 هستش. بعد این آریان 5 جزء سنگین ترین راکت های دنیا هستش و مطمئن ترین تا حالا، یعنی از لحاظ اینکه مشکلی براش پیش بیاد خیلی کم احتمال داره، ولی به هر حال دیگه ممکنه مسائلی پیش بیاد. حالا این اگه پرتاب بشه نوید جان، این چون میدونید که تلسکوپ هابل در نزدیکی ما بوده، یعنی با همین ایستگاه فضایی که ما هر روز میبینیم، این زیاد فرقی نداره. ارتفاعش نزدیک 500 تا 600 کیلومتر هست و به اینا میگن ماهوارهای لئو، ماهوارهایی که در مدار پایین میچرخن. درسته. ولی این تلسکوپ هابل دوتا مشکل داشت. یکی این که چون هر موقع که از مدار زمین حالت مدار زمین رد میشد، این با اتمسفر زمین که در اونجا درسته مقدارش خیلی پایینه، ولی باهاش برخوردهایی داشته، به اون خاطر هی باید مدارش رو تسخیر میکردن، مدارش رو دستکاری میکردن که این در اون مدار ثابت بتونه بمونه. درست. و مشکل دوم این چه بود؟ چه این بود که این تیفی چه، این تیف نوری چه این داشت میدید، از بهش میگن ماورای بنفش بود و نور معمولی و یک قسمت از نور مادون قرمز. درست. و این دقیقت میشه گفت که از 0.1 میکرومتر شروع میشده تا 1 میکرومتر تیفی چه میتونسته این مشاهده کنه. و نمیدونم در مورد نور هم چه میدونی، اولین چیزی که نور رو تونست تجزیه کنه میدونی چی بود دیگه؟ من اگه اشتباه کنم ایرانی بود. نه نمیدونم، اولین چیزی که نور رو تونست تجزیه کنه اساق نیوتن بود دیگه. نیوتن بود. بله. آره نیوتن اولین چیزی بود که اون منشور معروف رو درست کرد دیگه. آفرین. این منشور معروف رو درست کرد موقعی که همین چی بعد از بارش برف این رنگین کمان رو ما میبینیم توجه نمی کنیم میگیم فلان،
بعد نیوتن میگه این چجوری تشکیل میشه، بعد آیا میشه اینو دوباره بازسازی کرد یا نه. بعد ایشون میاد منشور رو درست میکنه و از اون منشور وقتی نور سفید وارد منشور میشه از اون بر 7 تا رنگ میومده بیرون. درست. بعد این فهمید که نور پس میشه تجزیه شد، نور رو میتونن تبدیل کنن به رنگ‌های مختلف و هر رنگی یه طول و موجی داره. درست. مثلا طول و موج قرمز طول و موجش بلندتره، طول و موج سبز طول و موجش کوتاه‌تره. به همین خاطر اینا اومدن یه طیف فرکانسی یا طیف طول و موجی براش تعریف کردن. و نکته جالبی که نیوتن هم به این مسئله رسید این که نویچا موقعی که این منشور رو جلو نور میذاش میدید که دستش داره گرم میشه. بعد گفت که خب این برای چی دست من گرم میشه؟ بعد اونجا فهمید که علاوه بر اینکه ما نور قرمز داریم نور مادون و قرمز هم داریم، که این مادون و قرمز کار چه میکنه؟ که گرما تولید میکنه. درست. به همین خاطر شما اگه مثلا فرض کن جاهایی که برین حالت ریلکس بخواید پیدا کنین یا قسمت سولار برین، از دقیقاً از نور قرمز برای گرمادهی استفاده میشه. مادون و قرمز عملا که زیادیش هم برای پوست خوب نیست. آفرین آفرین. به همین خاطر نویچان این چون اسکای تلسکوپ هابل عملا نور قرمز رو خیلی کم دریافت میکرد، اون خاطر ثابت نگه داشتن دما برایش زیاد مهم نبود. مثلا در حد همون 15 درجه معمولی اگه دمای ماهواره میموند اشکال پیش نمیومد. بعد اگه ما بخوایم این مادون و قرمز رو خیلی مطالعه کنیم، نمیشه میدونی چرا به مادون و قرمز میگن خیلی مهمه برای کار فضانوردی؟ نه نه نه. یا کارهای نجوم؟ به خاطر اینکه نمیشه ما در مورد بیگ بنگ صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که بعد کل جهان ما داره انبساط پیدا میکنه، داره تورم پیدا میکنه. درست. بعد شما اگه یه طول و موج رو بگیریم بکشین چی میشه؟ طول و موجش بلندتر میشه. بلندتر میشه دیگه. بله دقیقا. آره. وقتی طول و موج بلندتر میشه از لحاظ مغناطیسی، میدان مغناطیسی یا الکترومغناطیسی، معنیش اینه که این تبدیل میشه به مادون قرمز. یعنی طول و موجش بلندتر میشه، در نتیجه ستاره هایی که در اول بیگ بنگ به وجود اومدن اینا وقتی به ما رسیدن طول و موجشون اونقدر بزرگ شده که تبدیل شدن به مادون قرمز. در نتیجه ما با چشم عادی نمیتونیم اینو ببینیم، شما باید اینو تبدیل کنیم به سنسورهایی که بتونن مادون و قرمز رو ببینن. ولی یه بزرگترین مشکلی که در مورد مادون و قرمز هست اینه که نمیچن این به دما خیلی حساس این سنسور، یعنی دمای این ماهواره باید نزدیک 223 درجه زیر صفر نگه داشته بشه. آها، که اون یعنی جیمز ویب که میخواد پرتاب بشه موقعی که اینستال شد و شروع کرد عالم رو نگاه کردن، دمای ماهوارش باید زیر منفی 223 درجه باشه. اوکی. یعنی شما تصور شما بله، کنید بله، که بله. در ماهواره میره یه جایی از نقطه در بین خورشید و زمین هست، یعنی عملا اون بر زمین میره و به منفی 223 درجه این نیاز داره. چند کیلومتر با ما فاصله خواهد داشت؟ حالا میگم نمیشه این موقعی که ما مجموعه زمین و خورشید و ماه رو در نظر میگیریم، طبق اصل نیوتن وقتی دو تا جرم بغل هم وای میستن اینا هر کس تلاش میکنه اون جسم وسطی رو طرف خودش بکشه. درست. مثل این میمونه که شما یه تناب رو بگیریم، منم یه تناب این بر بگیرم، بعد تلاش کنیم اینو هی شما بکشین و من بکشم. درست. بعد در امتداد این تناب اگه ما نیرومون مساوی باشه در وسط تناب یا در نزدیکی های یه قسمتی از تناب ما میتونیم حدس بزنیم که اونجا میتونه نیرو صفر باشه. درست. خب به همین خاطر در بحث فیزیک و یا مکانیک سماوی یه بحثی هست که به نام نقاط لاگرانج میگن. ما 5 تا نقطه در فضا داریم نوید جان که در این نقاط عملا جاذبه صفر هست. اوکی. و این نقاط معروف هستن به نقاط لاگرانجی، با L نشون میدن و 5 تا نقطه هست، بهش میگن L1، L2، L3، L4 و L5. و این نقطه که میخوان اینو بفرستن به نام L2 هستش یا L2 هستش، که این L2 در فاصله نزدیک 1.5 میلیون کیلومتری زمین هستش. پس چقدر یعنی کلی در کلی یعنی این ماهواره نزدیک یه ماه تو راه نوید جان دیگه، یه ماه تو راه تا برسه به اون مداری که مورد نظر ناسا و آژانس اروپا هست. بعد اون وقت تو این مسیرش عکس و اینا برای ما میفرسته یا باید برسه اونجا خودشو باز کنه همه کارا رو بکنه بعد شروع میکنه به فرستادن؟
نبیجا هفته قبل در مورد مراحل پرتاب صحبت کردیم. اگه مراحل پرتاب همش موفقیت آمیز بشه و یه قسمتی از مرحله آخر بهش میگن مرحله اینجکشن، مرحله هستش دیگه اون قسمت موتور ماهواره پرتاب میکنه به مدارش، یعنی پرتاب میکنه به اون مسیری که قراره بره. درست. بعد نبیجان در این یک ماه یا در این سه هفته که عملا تو راه هستش، تو این سه هفته قرار شروع خواهد کرد، چون این ماهواره خیلی بزرگ هست از ابعاد، به همین خاطر اینا رو مثل یه بچه هست در رحم مادر که بسته بندی میشه، همینطوری بسته بندی شدن و این قراره در بین راه این دونه دونه المانهاشو باز کنه. و نزدیک نویچان 500 تا قطعه مکانیکی هست داخل این ماهواره و این 500 تا باید همش درست کار کنه، یعنی این 500 تا باید باز بشه، بعد موتور اون یکی فعال میشه، بعد یه جای هست چه نویچان در سه هفته آینده به محض اینکه به نقطه نزدیک میشه، یه مکانیزمی هست که قرار 200 تا این موتورها همزمان کار کنن تا این آینش باز بشه. و اگه یکی از اینا یکم اشکال پیدا کنه و مشکل خاصی پیش بیاد، دیگه عملا مثل تلسکوپ هابل نیست که ما دوباره بریم آینش رو عوض کنیم یا دستکاریش کنیم، چون فاصلش از زمین 1.5 میلیون کیلومتر هست و عملا دیگه نمیشه به اونجا رفت، انسان و فرستاد چه بره این کار رو انجام. اتفاقا همین میگم، این دانشمنده که دیشب آورده بودن مدل شما رو که گذاشته بودن توضیح داشت میداد در مورد همین هابل که صحبت میکرد، گفت یه این آینه هابل رو یه جاییشو اشتباه کرده بودیم، ولی بعد رفتیم یه عینک گذاشتیم رو چشمش که درست انگار که مثلا چشم انسان، یه عینک گذاشتیم که درست کار بکنه. بعد شما باید قیافه این دو تا خبرنگارای تلویزیون ما رو باید نگاه می‌کنید، با یک لبخندی نگاه می‌کنم، معلومه چیزی نمی‌فهمیم، حالا شما هر چی دوست داری تعریف کن. خیلی قشنگه. ولی ایشون خواسته یه چند به حال آمیتر صحبت کنیم. خیلی قشنگ گفتی که دقیقاً گفت یه عینک گذاشتیم که بتونیم اونو تصحیحش بکنیم روش و اینو، ولی این یکی رو نمی‌تونیم از این کارا بکنیم. اینو نمیشه کارش کرد چون فاصلش خیلی طولانیه و عملا جان انسان ممکنه به خطر بیفته اگه مسیر رو طی کنه. و نمیچن این اگه عکس جیمز وب رو نگاه کنی، این تلسکوپ جیمز وب یه حسنی که داره اینه که یه حالت انگار یه پلتفرم، حالت 5 گوش 6 گوش میشه گفت اسمشو، حالتی پلتفرمی هستش که 5 لایه خاصی که از لحاظ تکنولوژی خیلی خیلی پیشرفته است، این توش به کار برده شده که بتونه جرمای خورشید رو عملا به صفر برسونه، یعنی اون سنسوری که داخلش کار گذاشتن و اون جرمای شدیدی که از طرف خورشید در اون فاصله بهش میخوره، این با این تکنولوژی عملا میخوان اینو به صفر برسونن. و جالبش اینه که این عملا تلسکوپ یه کاری که میکنه اینه که میره در سایه زمین، حالت انگار قایم میشه اون پشت ها که بتونه سایه خورشید رو عملا زیاد نبینه، و اگه ببینه طبق حالت مداری دیگه این حالت اون 6 وچی یا 7 وچی که هستش عملا جلوشو میگیره و باعث میشه که این عملا سنسور بتونه کارشو درست حسابی انجام بده. و نویجان این شرکت های معروف نظامی آمریکا در این پروژه سهیم هستن و عملا این قطعات رو شرکت های معروف نظامی آمریکا عملا ساختن. بعد ببینم این چند ملیتیه یا فقط مال آمریکاست؟ این در حقیقت یه بودجه عظیمش از ناسا اومده، آژانس فضایی آمریکا، و تقریبا میشه گفت 30-40% از آژانس فضایی اروپا اومده، حتی سوئد هم توش دخیل هستش، یعنی پول مالیات شما هم در این جیمز وب هستش. و آژانس فضایی کانادا هم تو این مسئله دخیل هستش، یعنی 3 تا آژانس با هم همکاری کردن تا این مونتاژ بشه. و میدونی که نویچان در اروپا، در شرکت وقتی میگیم آژانس فضایی اروپا، اینا قسمت‌های مختلفی دارن در کشورهای مختلف، یعنی وقتی مثلا میخوان ماهواره رو اپریت کنن و کنترل کنن، این از داخل آلمان اتفاق میفته. یه شهری هست در دارمشتات که نویچان، یه شهری در آلمان نزدیک فرانکفورت هست به نام دارمشتات، که در این شهر اگه شما یه بار مسیرتون بخوره اونقدر این استرس میره بالا تو این اتاق کنترل که انسان میخواد که بتونه این کار پرتاب و کنترل ماهواره رو انجام بده. کار خیلی خیلی سختی هستش و به همین خاطر سن بازنشستگی
نوید جان در افرادی که در آژانس فضایی کار میکنن نزدیک 60 یعنی بیشتر از 60 اینا دیگه نمیمونن. من توضیحا برای عزیزانی که مایل هستین، چون من دستم بسته است به خاطر یوتیوب، شما اگه مایل هستین به گوگل برید بنویسین جیمز وب تلسکوپ، فیلم های بسیار جالبی میاد در سال حالت ساختنش، پرتاب کردنش، تمام انیمیشن هایی که آماده کردن و این پروژه چطور قراره که انجام بشه همه رو در اونجا میتونین پیدا کنین. جیمز وب، وبش هم با دو تا بی هستش، WEBB، بله، جیمز وب. بله، این جیمز وب چه صحبت رو کردیم که جیمز وب یکی از مدیران ناسا بود و دانشمندان ناسا در 1981 تا 67 بود یا 68 و ایشون جزو افرادی بود که در متعیقه مدیریت ایشون عملا خیلی از موفقیت های نصیب ناسا شد، مثلا همین پاگذاشتن انسان بر روی ماه و یعنی پروژه از اونجا استارت خورد و در اون سال اتفاق افتاد و پروژه های مختلفی که برای مطالعه بهرام، مطالعه هرمز و همین در مورد وایجر یک و دو صحبت کردیم، عملا در این سالها ایشون طراحی این کار رو انجام داد و چون خیلی آدم موفقی بود دیگه ناسا تصمیم گرفت که اسم این تلسکوپ فضایی رو به اسم ایشون جیمز وب بذاره. آفر. دستتون درد نکنه. ببینیم که شنبه ساعت 1 بعد از ظهر چطوری میشه اگه که عقب نیفته. بله. درسته، دقیقا همینطوریه نوید جان. خواهش میکنم، ما در خدمتیم. نوید جان، در مورد حالا یه مسئله علمی همیشه هستش ولی میگن که هر جا بریم سخن دوست خوشتر است. دقیقا. نوید جان، یه بار در مورد زنده یاد جورج اورول صحبت کردیم در مورد قلعه حیوانات، یادتون هست؟ کاملا درسته، کاملا درسته. آره، نمی چون ایشون یه مقاله معروفی داره به خاطر این که الان شبهای بهار چله خودمون هستش، با کریسمس هم همزمان شده و جشنهای دیگه هم هستش، به همین خاطر تنها چیزی که در این شبها میچسبه نمی چون چی هستش؟ انار، چایی. آره، چای ایرانی، اونم از نوع ایرانیش. به به. بله. نوید جان، این در ایران که گفتم دیگه ما یه سه تا کلمه، البته چهار تا کلمه داریم، میگیم که چای باید این مشخصات رو باید داشته باشه. تا بشه اسمشو چای گذاشت. خب چیا بود؟ من یادمه. یه بار گفتین ولی نه، یه بار بگین. نوید جان، یه بهش میگن چای باید لبریز باشه. لبریز باشه. لبسوز باشه. اوکی. لبسوز باشه. لبدوز باشه و و زمان قبل از انقلاب یه جمله دیگه هم اضافه بهش میکردن، میگفتن لبرنگ هم باید باشه، رنگ شبیه لب انسان. آره. اوکی، پس لبریز، لبسوز، لبدوز، لبرنگ. آفرین، چهار تا مشخصه اصلی چای هستش. ولی جورج اورول یه مقاله در مورد چای نوشته، نوید جان مشخصات چای باید چی باشه. ایشون 11 تا قانون طلایی داره برای اینکه چای باید چه مشخصاتی رو باید داشته باشه تا بشه اسمشو چای گذاشت. پس این آتش‌آشغالایی که ما می‌خوریم، اینا هیچ کدوم این آتش‌آشغالایی که ما می‌خوریم هیچ کدومشون چای نیست، اینایی که برمی‌داریم یه دونه می‌کنیم آب داغ می‌خوریم. نه مثلا 11 مشخصا رو بگیم، بعد از اون میشه تصمیم قاطع گفت که آیا این چای چی ما می‌خوریم چای هست یا نه. ما سر و پا گوشیم. آره. نمیدونم این جورج اورول در سال 1884 یه پیپری رو، یه مقاله رو در مورد چای نوشته و ایشون از اونجایی که انگلیسی بوده و در هند کار میکرده این فرهنگ چای رو خیلی دوست داشته و اومده اینو در 11 تا بند و یا قانون خلاصه کرده و گفته که اگه این 11 تا بند بود میشه اسمشو چای گذاشت و میشه ازش استفاده کرد. درست. قانون اول میگه نوید جان چای باید حتما یا سیلان باشه یا هندی. آها، یا مال سیلان باشه چای... یا هندی. خب آره، یا هندی، یا اون موقع چون سیلان هم به حال جزء مجموعه هند حساب می‌شده، یعنی میشه گفت چای باید سیلان هندی باشه، اینطوری میشه اسمشو گذاشت. اوکی. آره، بعد این یکی از مشخصات اولیه چای هستش، یعنی اون موقع چون ایشون البته چای ایرانی رو شاید نمی‌شناخته، به حال حالا میشه این قانون استثناء قائل شد و بنده
و تبصره هایی میشه بهش اضافه کرد. ولی چای از ایشون باید سیلان باشه و یا هندی باشه. این مشخصه اول چاییه. خب. نه قانون دومی که ایشون میگه در مورد نوع قوری انتخابی هستش. یعنی شما قوری که برای چای انتخاب میکنید باید چه مشخصاتی رو داشته باشه. ایشون میگه چه چای قوری باید یا چینی باشه یا سرامیکی. یا چینی یا سرامیکی. میشه آره. البته میگه قوری مفرقی هم میشه استفاده کرد ولی من توصیه زیاد نمی کنم. قوری گل قرمز هم میشه. حالا اون قرمز رو میشه. درونش من یادم تو ایران هر موقع میخواستم منو اذیت بکنن بچه ها میگفتن بگو قوری گل قرمز، من نمیتونستم بگم. آره حالا نمیشه خب. شما میخواییم منو اذیت کنید از مورد درسته؟ نه به خدا نه قصدی نداشتم نه 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 وای خجالت کشیدم نه 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 خب. چون ما نمیشن این کلماتی چه هستش در این همین با کاف و با گو بله بله. نوشته میشه به حال در زبان ترکی یه چم اینا با هم می آهان از اون نظر نه به جان خدا من از این کارو نمی کنم خواهش میکنم. آره نمیتون ایشون قانون سومی که داره اینه که میگه چه قوری رو چه میخواین چای توش دم کنین، قوری چینی یا سرامیکی، حتما باید قبلش گرم کنین. یعنی همینطوری نرین که قوری سرد رو بردارین روش چای بریزین و آب جوش روش بریزین بعد چای درست کنین. میگه این باعث میشه که چای عملا چی بشه، یعنی پخته نشه، خوب پخته نشه. در نتیجه ایشون توصیه که میکنه اینه که قوری رو قبلش گرم کنین و بعد از اینکه چای رو توش ریختین چای یکم دم بچشه و بعدش آب جوش رو بهش اضافه کنین. این قانون سوم ایشون هستش. نمیچن قانون چهارمی که ایشون انتخاب میکنه میگه که انسان که یکم سنش میره بالا همیشه چای غلیظ رو دوست داره. خب. و ایشون توصیه میکنه میگه که انسان باید از همون اول چای رو یکم غلیظش رو دوست داشته باشه. و ایشون یه جمله معروفی هم داره میگه که چای یک فنجان چای پررنگ بهتر از 20 فنجان چای کم رنگ هستش. یعنی از ایشون چای بهتر است که پررنگ باشه و یه دونش هم عملا کافی هست. چای کردی دیدین چجوری تا میریزن کردی؟ آره به حال در ایران نمیشن روستاها شما برین اون موقع میدونین که چای رو چجوری باید سرو بشه. چای هستش که کاکودای شبیه گیر هستش. بله دقیقاً دوستای کرد من دارم اینو وقتی میخورم من بگم یعنی گیره واقعا. خب این چهارمیش. آره نمیشن قانون پنجمش اینه که چون الان چایی ها متاسفانه زیاد برگی نیستن عملا دونه دونه شدن. اون موقع زمان اورول چایی ها حالت گل داشتن، یعنی حالتی بود که این گل باز میشد و بزرگ میشد و تو گوری عملا باز میشد. توصیه ایشون در مورد اینه که اون موقع چون برگ چایی رو خیلی خوب استفاده میشده و عملا برای چای استفاده میشده، ایشون منظورش این بوده که این برگ رو خوب در قوری بذارین دم بچشه و برگ خودش رو وا بده باز بشه و بتونه اون طعم و چای رو واقعی رو به شما عملا بده. ولی در الان بعید میدونم شما چای پیدا کنین که برگ زیاد مشخص بشه فلان. اصلا شاید در سیلان بشه پیدا کرد ولی در اروپا شاید هم بشه ولی من نمیدونم فعلا. اوکی آره نمیدونم. قانون ششم ایشون در مورد این چه زمانهای قدیم به حال چتی و گوری چون بغل یه اجاق می شده بعد با زغال یا با چیزهای دیگه گرم می شده، به همین خاطر قانون ششم ایشون در مورد این ترتیب نزدیکی چایی با گوری با چتری هستش. ایشون میگه چه موقعی که چایی رو شما یعنی چتری عملا به جوش اومد همون جوشان باید بریزین داخل گوریتون تا این چایی بتونه شک پیدا کنه و بتونه خودشو وا بده و چایی خوشمزهی رو درست کنه. حالا این قانون ششمش بود. و قانون هفتمش اینه که نمیچان میگه چه وقتی آب رو داخل گوری ریختین یکم اینو تکونش بدین تا بتونه این برجا دوباره همون پیرو اون حرفی که در قانون هفت پنجم صحبت شد بشه این خودشو وا بده و تهنشین بشه ته گوری و چای رو خوشمزه بکنه همه. خب. آره. نمیدونم قانون هشتمی که ایشون داره اینه که هیچ وقت از فنجان با دهنی پهن استفاده نکنید.
میگه چای باید، اون فنجان چای باید لاغر باشه و سرش هم تنگ باشه که عملا بخار کم بیاد بیرون و چای دیر سرد بشه. یعنی یکی از مشخصات اصلی ایشون. نمیدونم نمیتون در سوئد شما این رستوران های ترکی رفتین یا نه، اینا چای کمرباریک دارن معمولا. ما از نه ما مثل آلمان از این رستوران های ترکی زیاد نداریم جا، ولی بله میدونم کدوم ها رو میگین. بله آره، یه استکان های هستش که در ترکی حتما شما دیدید بهش میگن استکان های کمرباریک، یعنی شما دستون که میگیری خیلی خیلی تنگ هستش و باعث میشه که چای عملا طعمش خیلی خوشمزه و خوشبو باشه. خب این که دهنش گشاده که اینا دهنش رو گشاده. نه چایی کمرباریک، نه چایی کمرباریک هستن که دهنشون خیلی مثلا 2-3 سانتیمتر بیشتر نیستش. اوکی. این منظورش اینه که در انگلستان اون موقع یه فنجان هایی بودن برای کافی به کار برده. درسته. خیلی ها میگفتن چه فرق میکنه با کافی، هم با همون فنجان هم میشه همون چای رو سرو کرد. منظور ایشون در مورد انتخاب نوع فنجان هستش بهتره چه تنگ باشه سرش تا این خب نهمی. نهمی نمی جان، ایشون چون در انگلستان معمولا چای رو با شیر میخورن و به خصوص شیر پرخامه، ایشون توصیه میکنه که خامش رو زیاد استفاده نکنین و اگه مجبور هستین دیگه استفاده بکنین، ولی اگه مجبور نیستین شیر پرخامه اصلا استفاده نکنین. این قانون نهم هست. من فکر میکردم که میخواد بگه اصلا شیر نریزین. آها نه، میگه چه نمیچن، میگه چه اگه نریزین بهتر هست، ولی اگه چون در انگلستان معمولا اگه انگلیسی اصیل باشه من بعید میدونم چای رو بدون چای بدون شیر بخوره، به همین خاطر اونجا این حالت عادی هستش، جزء کلتوره یا فرهنگ اون هستش. منظورش توصیه برای انگلیسی هست که خامش کم باشه در هر صورت. آفرین، خامش خیلی خیلی کم باشه. بله ایشون نمیدونم در مورد در بند دهم یا قانون دهم در مورد ترکیب اگه شیر بخواید استفاده کنید، میگه که شما در حد امکان شیر چمچرب استفاده کنید و شیر رو قبل نریزید، اول چای رو بریزید، بعد هر مقدار که شما شیر میخواید بریزید بهش اضافه کنید که این شیر اگه اضافه بشه دیگه اون طعم چای رو عملا از بین میبره و خوشمزه نمیشه. خب قانون آخر نمیدونم قانون آخر و قانون 11 ها ایشون میگه که چی هستش، چایتون هیچ وقت شکر نریزید، چون وقتی شکر داخل چای شما میریزید عملا کاری که طعمی که شما میچشین از چای طعم شکر هستش نه خود چای. و این بند آخرش هم خیلی مهم هستش از بابت سلامتی. طب شکر ما میدونیم که جزو شیطان های سفید هستش که باعث میشه که ما خیلی از انسان ها مشکلات خاصی رو پیدا کنند. و ایشون توصیه میکنه که به هیچ وجه چای رو با شیرین نکنین، چون تنها طعمی که شما بعد از شیرین کردن میچشین شکر هستش نه خود چای. و این 11 تا قانون رو نوشتن ایشون در قالب یه مقاله در سال 1984 اینو چاپ میکنه و جورج اورول به خاطر چای معروف هستش نه به خاطر رمان معروف سیاسی در مزرعه. حالا پس این آتشخالایی که ما میخوریم اینا هیچ رقم چایی نیست، یه چیزیه که اسم گولمون زدن بهمون میگن چایی. نمیچه ما هزاران ساله داریم چای میخوریم ولی مثل ایشون نتونستیم قانون بنویسیم. ایشون یه انگلیسی بوده چند سال رفته در انگلیس در هند چای رو خورده و براش قانون مقاله نوشته. یکی از دوستانمون نوشته با آقای اکبر عزیز بگین چای لاهیجان خودمون رو فراموش نکنن. درسته، من گفتم دیگه در اول آیتم گفتم که بعد ایشون چون ایران نیومده بوده مطمئنا در اون بند اول چای هندی رو شاید با چای ایرانی هم جایگزین می‌کرد. مطمئنا چای ایرانی هم جای خودشو داره. نمی‌دونم در مورد چای ایرانی صحبت کردیم. نمی‌دونم می‌دونی یا چه، سریلانکا یه 250 میلیون دلاری از ایران بابت نفت پول گرفته و چون گفته نمیتونم بدم گفته چه عوضشو با چای میخوام بدم دیگه. اینم مکمل این برنامه رسیدیم به دوران انسان‌های نخستین دیگه، معاملات پایا پای دیگه هوموساپین شدیم دیگه، نه انسان‌های اولیه هوموساپینی. ای داده بیداد، ای داده بیداد. خب
این هم از چای دوستمون آقای اورول. آره نمیتونم، ایشون خیلی خیلی آدم واقعا عالی بوده ولی متاسفانه زیاد عمر نکرده و در سن فش کنم اشتباه نکنم 49 سالگیشون فوت میکنن و من یه چند تا از عکساشون هم نشون دادم روی خط به عزیزان که آشنا بشن شنوندگانم. درسته درسته، شاهکار ایشون هم که همون مزه حیوانات چه دیگه شاهکار واقعا دیگه، یعنی تو هر سیستم حکومتی عملا شما بذارین بهش مچ میشه دیگه، واقعا فیک میشه بهش. البته ایشون در سن 46 سالگی سال 1950 از دنیا رفتن. درست درست درست، حال جوون دیگه، نه دیگه 46 سال با. سالگی دیگه میگن اونپوان جوانی دیگه، درسته؟ الان آره تو سوئد که اینجا بالای 70 سال تازه میرن دوچرخه میخرن. یه ذره فرق میکنه با اون دوران قدیم، بله یه ذره فرق. آره آره. نوید جان دیروز در پی صحبتاتون در مورد اینترنت 6G صحبت کردید. آه بله، اینو میخواستم ازتون بپرسم. آره. آقای اکبر دستم به دامنتون. آره. این چیه جریان 6G چی چیه دیگه؟ نوید جان اینا دیگه از تمام فرکانس ها استفاده کردن و عملا در اینترنت 5G چه عملا نمیدونم شنیدین تو خبرها بود که تو آمریکا این 5G رو میخوان از اول ژانویه عملا در دسترس عموم قرار بدن و شرکت هوانوردی آمریکا عملا گفته که این ممکنه باعث تداخل در سیگنال هواپیما بشه و باعث بشه که مشکلات هوانوردی پیش بیاد و این آمریکا دیگه میخواد این قسمت 5G شو فعال کنه. نوید جان اون موقعی که 5G عملا چین اومد اینو رو کرد و غربی‌ها متوجه شدن که از تحقیقات مخابراتی یکم عقب موندن، اولین چشمایی که شروع کرد به تحقیقات 6G همین فنلاند شما بود، در طرف های شما فنلاند شروع کرد تحقیقات خیلی گسترده‌ای رو در مورد 6G شروع کرد و نوید جان این 6G مشکلی که داره اینه که از بابت طیف فرکانسی به تراهرتز باید استفاده بشه. اوکی. یعنی از گیگاهرتز میخوام به تراهرتز برسن و این تراهرتز عملا طول موجش در حد مولکول هستش، در حد سه میکرون هستش. یعنی شما تصورش رو بکن که در اندازه مثلا ویروس کرونا ما سیگنال های 6G رو دریافت خواهیم. این که خطرناک میشه اصلا فرکانسش برای بدن انسان. همون دیگه یکم فکر کنم این 6G شاید به موانع خاصی برخورد کنه از لحاظ بیوتکنولوژی و یا از لحاظ زیست شناسی و این در طول موجش در همون حد 3 تا 30 میکرون هستش و سرعت تبادل اطلاعات این نوع سنسورها نمیشن در حد میشه گفت که 3 گیگابیت در ثانیه هستش، یعنی سرعتش خیلی خیلی بالا رفته و نمیشن این اینترنت 5G و عملا 6G چه میدونین که اینا برای اینترنت اشیا صحبت بله، 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 اینترنت انسان و همین خاطر قراره که دستگاه هایی که در چند سال آینده به صورت اتونوم در خیابون ها در خیلی جاها استفاده خواهد شد عملا برای تبادل اطلاعات و تبادل اطلاعات سنگین مثلا فرض کن ترافیکی یا اطلاعات دیگه عملا از این سیستم برای تبادل اطلاعات بین دستگاه به دستگاه استفاده خواهد شد تا انسان با دستگاه و همین خاطر به نظر من 6G فعلا خیلی خیلی مسائل خاص خودشو داره. بعضی کشورها شروع کردن به استفاده کردن حتی در حالت پایلوت یعنی حالت تستی و چند سال طول خواهد کشید که این واقعا این تستا رو به قول من اپروف بشه و بتونه اینو عملا بتونن تست رو اوکی بگیرن از این تستا و بتونن در آینده شاید برای این کارهای اتونوم این چیزا به کار برده بشه. آقای اکبر عزیز من شنیدم اپل، یعنی یه سری شایعات هست که اپل میخواد دیگه آیفون و اینا نسازه، البته شما یه سری توضیحاتی دادین ولی واقعا اصلا به خاطر کمبود همین نیمه هادی ها هستش که این کارو میخوان بکنن یا اصلا سیستم رو میخوان عوض کنن؟ نه نوید جان این سیستم نیمه هادی ها چه کم شده به خاطر به حال ما میدونیم که به خاطر پیامدهای همین کووید 19 هستش، یعنی این مسئله خاصی زیاد نبوده. اپل به حال یه رودمپ داره، یه نقشه راه داره برای 20 سال آینده
که مطمئنا هیچی از این خبر نداره. ولی من حدس خودم این هستش به خاطر اینکه این دنیای متاورس دیگه داره حالت عادی پیدا میکنه و همین اینترنت 6G عملا یکی از شعاراش اینه که ما براتون دو تا دنیا رو کادو میدیم، یه دنیای مجازی و یه دنیای واقعی. یعنی شما بین این دوتا میتونین حتی به صورت نمیتونم به صورت احساسی حتی میتونین با اینترنت 6G، یعنی اینا دنیا رو اونقدر سبودی خواهند کرد که حتی ممکنه وارد مسائل انسانی بشه و بتونن این مسائل به حال چی از مسائل رفتار انسانی و این چیزا رو بتونن از در فضای مجازی هم انتقال بدن. یعنی وقتی شما با یه نفر صحبت میکنین هیچ وقت احساسش رو نمیفهمید، ولی از این طریق میکنن حتی احساس هم انتقال پیدا بشه. مثلا یه دفعه تو تلفن یه چیزی میاد بیرون، یه ماچی از لب آدم میکنه. آره دیگه دادم احساسی در اون راستا بند. والا دیگه مثلا احساسی مثلا مادرم میگه الهی قربونت برم، بعد یه ماچ میبینه خب مثلا اینو میاد یه ماچی هم میکنه لو پادم که دیگه کاملا اینترنت اسمشو گذاشتن نمیچن اینترنت سبودی دیگه، برای اینترنت سبودی بشه، از یک بودی تبدیل بشه به سبودی. و این احتمالاً در سال آینده رشد بیشتری پیدا خواهد کرد و در سالهای آینده به احتمال خیلی زیاد این مسئله پیشرفت خواهد کرد و باعث خواهد شد که دنیای کامپیوتر و دنیای اینترنت دیگه رنج بوی خاصی برای خودش بگیره، یعنی حالت یک بودی بیاد بیرون. هزار و یک صحبت علمی مونده، ولی باید به شما بگیم گود یول چی بود؟ آختون شاختون چی بود اونی که گفتین شما؟ نمیچان شما تو آلمان بودین، برلین بودین، باید اینا دیگه به حال اصلا بدونید دیگه گود یول. ما فقط قربان ما یه آختون یاد گرفتیم موقعی که پلیس ها دنبال اون میکردن چون پناهنده بودیم. یه دونه یک چیزی هم بود، یه آختون بود، یکی آفیدرزن هم چی چیزی هم بود، اونا هیچی دیگه یاد نگرفتیم. باید شرمندگی ما در هر صورت. نه خواهش میکنم نمیچون به حال زبانها جز زبانهای همشون زبانهای گرمانستیک هستش دیگه، این زبانهایی که دور بر چی در همین جا در بالا پایین این برون بر هستش جز زبانهای گرمانستیک هست که به طب آلمانی بهتر میتونن زبان سوئدی رو 100%. بسیار از شما سپاسگزارم، آرزوی تعطیلات بسیار خوبی رو برای شما دارم، آرزوی سال، امیدوار هستم که در این پنجشنبه دیگه میتونیم در کنارتون باشیم یا خیر. نوید جان اگه شما برنامه‌تون و فرمتش رو تغییر ندین میتونیم انجام بدیم، ولی اگه میخواین بذاریم. من فکر میکنم ما هم هستیم، من فکر میکنم ما هم در استودیو هستیم. بس در خدمتیم، با هم ادامه میدیم این نهضت رو ادامه میدیم تا ببینیم به کجا میرسیم. آرزوی سلامتی براتون دارم، موفق و پیروز باشید. نوید جان مرسی، سپاسگزارم از وقتی که دادین. بعد هزار و یک شب مون نوید جان تا برسیم به تابستون چه روز بشه دیگه. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید آقای اکبر عزیز. قربان شما، خدا نگهدارتون.